با درود به شما جناب طاهری و یک دنیا ممنون از اینکه دعوت ما رو برای سالگرد 40مین سالگرد تأسیس نشریه کیهان لندن قبول کردین. جناب طاهری، شما اولین سردبیر کیهان لندن بودین. البته قبل از اینی که سردبیر کیهان لندن باشین، در ایران هم با دکتر مصباح‌زاده کار میکردین، سردبیر کیهان اینترنشنال بودید. چه خاصیتی که دکتر مصباح‌زاده داشتن به عنوان یک فرد، به عنوان یک ناشر، و از کجا این همه انرژی می گرفتن؟ برای سه تا نکته رو میتونم بگم. یکی این که دکتر مصباح‌زاده یکی از معدود اشخاصی است که با خودشون در صلح هستن. شما اگه با خودتون در صلحین، با دنیای بیرون هم در صلح هستین. نه حسادتی داشت نسبت به کسی، نه طمعی داشت، یعنی خوشحال بود. میدونی من اسمش گذاشته بودم خوشحالی روی دو پا، میدونی، و این بزرگترین رمز موفقیتش. دومین ویژگی که دکتر مصباح‌زاده داشت انتخاب دوستان و همکارانش بود و این به سرعت میتونست بفهمید که کی چند مرده حلاجه، کیو کجا باید بذاریم اینا. حالا اینو به خاطر شخص خودم نمیگم، که میدونی حتی از آغاز کارم به عنوان یه خبرنگار در کیهان اینترنشنال همیشه به من توجه داشت، منو به خونش دعوت میکرد، مهمونایی که میومدن میدونی فقط سردبیر رو دعوت میکرد ولی منم دعوت میکرد. با همه کارمندان کیهان از راننده گرفته تا هروچین روابط دوستانه ای داشت و این فعلاده. بعد به عنوان ناشرم ناشر ایدئال بود، برای اینکه میدونی تو کار سردبیر دخالت نمیکرد ولی سپر بلای سردبیر بود. یعنی به خصوص در کشورهایی مثل ایران اون زمان روزنامه در آوردن کار آسونی نبود، چون از یه طرف زیر فشار دولت بودیم که میخواست از یه روزنامه خصوصی استفاده کنه برای تبلیغ برای خودش، از یه طرف دیگه هم زیر فشار مردم و افکار عمومی بودیم که اونا چون حزب و نمیدونم مجلس و اینا نداشتن میخواستن از روزنامه استفاده کنن برای فشار به دولت. یعنی یه حالت منگنه‌ای بودش. و در اینجا مصباح‌زاده واقعا سپر بلای سردبیر بود که بتونه کارش رو بکنه. وقتی که منو به سردبیری تعیین کرد، یعنی شب طوفانی بود، گفت من یه چیزی بهت میدم که اینو همیشه نگه دار و خیلی به نفعت، و اون چیز اینه، تسبیح. گفت اینو بذار تو جیبه، برای که وقتی سردبیر شدی مردم میان ازت تعریف میکنن، تملقت میگن، تو اینها رو بگو خر نشی ها، خر نشی، خر نشی، خر نشی. و این همیشه تو جیب من مونده و این صفت چهارمش بود که نگفتم، این فروتنی، این تواضع، یعنی خودتو نگیری ها، خر نشی ها، پستی و بلندی داره اینا. و به همین جهت است که میبینیم این کیفیات باعث شد که آن بشه بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی بین اروپای غربی و ژاپن، با پیشرفته ترین وسایل چاپ و حروف چینی. ما یکی از سه روزنامه بودیم که اولین حروف چینی های کامپیوتری رو الکترونیک رو آوردیم. البته دو روزنامه دیگه روزنامه کوچیکی بودن، مانهایمر آنزایگر تو آلمان و ناتینگهام پست در انگلیس، و برای که در مورد اونا ریسک کوچیک بود ولی در کار ریسک بزرگ بود، چون یه روزای بزرگ بیاریم بذاریم روی یه تکنولوژی ناشناس. ولی کار که این مصباح‌زاده یکی از خواصش این بود که همش دنبال نوآوری بودش، همش دنبال پیدا کردن بهترین تکنولوژی ها بود. و به همین جد الان میبینید که حتی بعد از قصب کیهان به وسیله آقای خمینی و رفقاش، تبعید دکتر مصباح‌زاده، الان ما داریم صحبت میکنیم راجع به روزنامه‌ای که ایشون در تبعید در آورد و این روزنامه الان چلچلیش شروع میشه. یعنی چلچلی بهترین سن یک فرد از بهترین سن یه روزنامه هم میتونه باشه، اول چلچلی مونه تازه. نازنین خانم
درست میفهمید. من خوب یادمه که دفعه اولی که با دکتر مصباح‌زاده آشنا شدم فکر میکنم 2-3 سال قبل از این بود که کیهان لندن شروع به انتشار بشه. زمانی بود که در ایران انقلاب فرهنگی بود، دانشگاه ها رو بسته بودن، همه چیز کیهان تحت کنترل دفتر آقای خمینی بود و یه روز پدرم گفتن که بیا بریم ناهار و من فکر میکنم 21 سالم 22 سالم بود، شاید کمتر ساعت تا. و از اون روز اعتراف به سن نکنیم خانم، خب نه دیگه واقعیت دیگه چه میشه کرد، یه جوجه بیشتر نبودی، یه جوجه خوشگل ولی جوجه نه. بله، با اینی که جوجه بودم دکتر مصباح‌زاده دو تا چیز داشتم. یکی اینکه وقتی صحبت میکردن و شروع کردن راجع به اینی که چرا اومدن این ناهار، چه برنامه‌ای دارن برای شروع بار دیگه کیهان در خارج، برای اینکه خیلی ممکنه ندونن ولی کیهان لندنی که شروع به کار کرد خیلی از جامعه ایرانی درش سهم خریدن، یعنی سهامدار شدن. و این صحبتی که الان شما کردین راجع به پیشروی دکتر مصباح‌زاده، یک چیز دیگه ای که اون موقع گفتن و بعد از اون زمانم مثل با هم دوست شدیم و این اعتمادی که به من داشتن از اون زمان، اینم برای یک آقایی که بالاخره سنی داشتن و این اعتمادی که به من داشتن که بتونن با هم رد و بدل کنیم از راجب افکار و راه جلو، اینم خب خیلی مهم بود. و اینی که یک چیزی که همیشه به هم میگفتن این بود که یکی از خواسته های کیهان در ایران این بود که مردم میخوان خودشونو در اون در روزنامه پیدا بکنن و به خاطر همین دنبال عکس داشت کیهان، مردم عکس های خودشونو دوست داشتن و کیهان لندن به خاطر اینی که در بس از همین به خاطر این انقلاب فرهنگی و انقلاب اسلامی که در ایران اومد بیش از 40 نویسنده داشت از تمام جامعه، تمام اون کسانی که در ایران خفه شده بودن خودشونو صداشونو دوباره در کیهان پیدا کردن. شما اولین سردبیر بودین، این چطوری اتفاق افتاد؟ بله، نه از فکر در آوردن یه روزنامه در تبعید رو تقریبا یه سال بعد از انقلاب دکتر مصباح‌زاده و من هر دوتا در نیویورک بودیم و ایشون یه آپارتمان گرفته بود در خیابون 57، منم در هتل والدورف آستوریا بودم، ولی صبح می اومدیم با هم می رفتیم صبحانه می خوردیم و راه می رفتیم. گفت ما نمیتونیم بدون روزنامه زندگی بکنیم، چون واقعا هم راست میگم، یعنی مثل کسایی که معتاد به یه چیزی هستم، من همیشه به انگلیسی میگفتم I'm depressed، یعنی فردی پرست ندارم، دچار دپرسیون هستم. بنابراین به چند جا سفر کردیم برای خرید روزنامه در آمریکا. مثلا یه روزنامه رفتیم بخریم در نیو همشایر و یه مطابق اونجا صحبت هایی کردیم، اینا گفت آره این روزنامه که نداره 170 سال پیش درست شده این همیشه طرفدار جمهوری خواهان بوده. مصباح‌زاده گفت آره ما بعد از یه عمری صد طلبی بیاییم روزنامه جمهوری خواهان رو فلش کن. در بازگشت هم ماشین ما روی یه تصادف کرد، خورد به یه تیر چراغوار، ولی خب چیزی اون نشد. بعد رفتیم به مرتل بیچ در ساوت کارولاینا برای اینکه یه روزنامه هم اونجا بخریم. گفتم حالا ما از فرض کنیم که ما افکار عمومی مرتل بیچ رو در کنترل گرفتیم، خب بعد چی کار کنیم باش؟ میدونی ما که نمیخواستیم آمریکایی بشیم، میدونی که بعد سناتور بشیم، نمیدونم نماینده مجلس بشیم و از یه هر چی کار کنیم، چی کار کنیم، فایده نداره. بعد رفتیم آریزونا برای خرید روزنامه دیگه. گفت آقا این روزنامه میده نه تنها در آریزونا بلکه یه قسمتی هم در مکزیک خونده میشه. بعد بالاخره بعد از یه 7-8 ماهی مصباح‌زاده گفت که میدونی چیه، اینجا خیلی دوره، ما باید برگردیم به اروپا، یه کمی به ایران نزدیک‌تریم.
ببینیم چی کار کنیم. برگشتم به اروپا، من شروع کردم به کار در اینترنشنال تریبیون و تایمز لندن و سر تایمز و اینا. بعد دکتر استاد مسئله در آوردن کیهان در تبعید و شروع کرد و دوباره فکر کردیم که در پاریس در میاد و دکتر سمسار هم که سردبیر پیش از من بود در پاریس بود اینو اداره بود. ولی بعد دیدیم که دولت فرانسه نسبت به روزنامه ها و مجلاتی که خبر میانه یا در میوردن، مثلا مجله الوطن در میوردن، روزنامه العرب، اینا هم با اینا بازی میکنن، یعنی قابل اعتماد میرن میسازن با یه دولتی. بعد این روزنامه رو بکرم، انگلیس جای بهتریه چون نسبتا قوانین جدیتره، میدونین دولت ها اینقدر قدرت ندارن که بیان دخالت میکنن. تصمیم گرفتیم که بیاد در لندن و بعد به نفع من هم بود چون من در تایمز و سان تایمز کار میکردم، یه دفتری گرفتیم در گریزین رود درست روبروی ساندی تایمز که دفت آمد چندوش، البته یه ساختمون قزمیتی بودش دو طبقه با چهار تا اتاق. و شما فکر میکنین که اون موقع یه ناشری که یه امپراتوری واقعا بزرگ داشته و یه سردبیری که همه امکانات در اختیارش بوده، یهو مثل اینکه مثلا میخوان یه روزنامه دبیرستانی رو در بیاریم، پول که اصلا نداشت، سردبیر که حقوق نمیگرفت، یعنی خود من حقوقانی دو جور هم حقوق بزرگ، یکی 800 پوند برای سینیورا به صلاح از جمله مثلا مرحوم کاظم گیلانپور که سردبیر کیان ورزشی بود، اومده بود به ما پیوسته بود و واقعا خیلی زحمت کشید، من همیشه به خودم مدیونش میدونم در بردن کیان لندن، یا نصیر امینی، اینا به اصطلاح بزرگان بودن. ولی بعدش زیرش دیگه بقیه 400 پوند میگرفتن، یعنی با یه پول خیلی کمی ما ها که عادت کرده بودیم به ریخت و پاش فراوان، چون که آن در ایران خیلی پول دار بود، مثلا در المپیک مونیخ که شد ما یه گفتیم مثلا 6 نفر رو بفرستیم اونجا، الان کسی براش مهم نبودش. ما 600 تا استرینگر در ایران داشتیم، یعنی میفرستادیم خبرنگارانمون رو برای یاد گرفتن انگلیسی، مثلا همین نصیر امینی به انگلیس، رحمان عاطفی که بعدا آقای خمینی کشتش برای یاد گرفتن انگلیسی، احمد بیگی و خلاصی یه عده زیادی رو بورس میداد بهشون. که بعد حالا اومده بودیم اینجا، بعد هر یه قرون رو، یه قرون که اینجا نبود البته، هر یه سن یه پنس رو بعد حساب میکنیم، ولی خوشبختانه گرفت. من از اجازه میخوام که اسم کسایی رو که واقعا، البته الان که فکر میکنم میدم این عشق به ایران بوده که اینا رو آورده، میدونی فکر میکنی در ایران زلزله اومده، فکر میکنی ایران برای همیشه از دست رفته، ولی یه عده بودن که فکر نمیکردن ایران برای همیشه از دست رفته. ما هم نرفتیم سراغشون، خودشون اومدن سراغ، یعنی اومدن سراغ ما برای اینکه جاذبه ایران بود که آوردشون سراغ ما، که اولین روزنامه اصلاح ایرانی ها در تبعید و به طور روزنامه حرفه‌ای منظورم در بیاد. یکی خب گیلانپور که ازش صحبت کردم، واقعا یک الگوی اخلاقی بزرگ منشی و جوان مردی، میدونی که در سنت ایرانی همیشه مهم بوده، یک کسی که خیر همه رو میخواد، یک کسی که حاضر زحمت بکشه، یک کسی که براش ایران اول و آخره. بعد نصیر امینی بودش با شتب شوخش با نه، ولی در ایران خبرنگار سیاسی ما بود در تهران و اینجا هم کارهای سیاسی میاد. بعد آقای ناصر رحیمی بود که در ایران معاون وزارت آموزش پرورش بود، ولی قبلا روزنامه‌نگار بوده اومد بود. خانم شمسی رحیمی بود که اون نشین ما بود، که میدونید مجبور بود مثلا 10 ساعت در روز بشینه بودشون. توفیق ممتاز بود که صفحه پارای ما بودش و میدونید چه روزنامه زیبایی در میورد، که میدونی واقعا رقابت میکردیم با روزنامه های انگلیسی در اون موقع از نظر زیبایی صفحه آرایی. معاون توفیق بود حمید حمیدی که جوان فوق‌العاده با استعداد، حالا رفته آمریکا ناپدید شده نمیدونم کجاست. بعد نویسنده های دیگه در جاهای مختلف که روزنامه ها مجلات دیگه کار کرده بودن،
بله، ویکتوریا بهرامی، لغبت والا، محمد پورداد، احمد شکرنیا، محمود عبداللهزاده، هوشنگ مهرآیین، اسماعیل خویی، حسابدارمون جواد بنی یعقوب بود، یه حسابدار فوق‌العاده که اونم مجانی واسه ما حسابداری می‌کرد، مدیر آگهیامون علی محمد اربابی که اونم مجانا میرم واسه ما آگهی گدایی میکرد. این برابر اون موقعی که میدین هیچکی جرأت نداشت به یه روزنامه‌ای که به هر حال مخالف آقای خمینی و رفقاش بود آگهی بده. از بچه های خودمون البته ممل حمیدی بودش که هنوز هم هستن همکار کیهان، بله، یکی از پایه های به صلاح همیشگی کیهان بوده. هوشنگ مهرآیین هم بود ولی میخواست اسمش نباشه، چون از کسایی بود که امیدوار بود هی بره و بر ایران و برگردید. خیلی های دیگه که نمیخواستن اسمشون باشه میدیم، چون اون موقع حتی بعض دوستان خودمون حاضر نبودن با ما صحبت کنن، میترسیدن، ولی مثل جزامی از ما فرار میکردن. ولی یواش یواش که آنجا خودشون باز کرد، 3-4 هزار تا مشترک پیدا کردیم. میدیم اون موقع هم 7-8 میلیون یورویی در خارج نبودن، الان اینطوری شده، اون موقع مثلا 300-400 هزار تا اومده بودن بیرون. ولی یواش یواش که آنجاشو گرفت. بعد میتونم اعتراف کنم که وقتی در من فکر نمی کردم هیچ وقت بتونه اینقدر دوام بیاره، که اون البته الان مدیون کارهاییست که بعد از من شد، مرحوم هوشنگ وزیری، مرحوم احمد احرار، بعد خود شما الهه بغرات. یعنی میدونید این مشعلی که دست ما بود داده شد به دیگران و این مشعل رو دیگران هم کردن و نشون دادن که ایران همیشگیه در یه مقیاس کوچیک. کیهان که دکتر مسعود در لندن در آورد یه شمع کوچیکی بود، ولی وقتی اولی شمع روشن شد، دومی هم روشن میشه، سومی هم روشن میشه، بعد یهو تمام دنیا چراغ میشه. که الان میبینیم که ما چقدر رادیو تلویزیون داریم، چقدر روزنامه داریم، چقدر مجله داریم، اصلا سرسام آوره. یعنی من ملل دیگه ای هم میشناسم که با رژیم های استبدادی مثل ما مبارزه کردن، هیچ کدوم اینقدر انرژی مثلا میلیایی یا وسایل اعتماد جمعی نداشتن و اینو همون شمعه شروع کرد. همونطوری که گفتی اون اوایل انقلاب هم خیلی روزنامه ها بودن که شروع به کار کردن، کسانی مثل زنده یاد داریوش و همایون، دیگران که خودتون بهتر داریوش و همایون 11 شماره 17 شماره آیندگان رو در بود. ولی میدونین چون هیچ کدوم یه پایه حرفه‌ای نبودش، یه پولی گرفتن و یه تعدادی روزه در بودن کار آسونه، ولی ما از اول با این شرایط شروع کرده بودیم که ما پولی نداریم، باید میدونیم رو پای خودمون بیستیم و بر ترتیبی شده به مکار دونیم. از این گذشته یک خط به اصطلاح سیاسی فرهنگی مشخص دستیم که آن در نیامده بود که مثلا به جمهوری اسلامی فوش بده، میدونی برای خروس جنگی نبودش، میخواست ایرانی ها دور هم جمع بکنه، آرامشون بکنه، وادارش کنه که فکر بکنن، وادارشون کنه که عقاید مختلف رو تحمل بکنن. بعد میدونی که کسانی که قبل از انقلاب با ما مخالف بودن در این روزنامه می نوشتن، میدونی برای که اونا هم بعد از یه مدتی همراهی با آقای خمینی فهمیده بودن که نمیتونن با این ایران جدیدی که آقای خمینی میخواد درست کنه زندگی. مثلا اسماعیل خویی اولین شعرهای دوران تبعیدش در کیهان لندن چاپ شد، ولی اسماعیل خویی جز کسانی بود که با شاه مبارزه کرده بود، قهرمان چپ ایران بود، از این حرفا. بعد خیلی دیگه عباس شمس بودش، پیروز مشتعل‌زاده، محمود عبدالله‌زاده، اینا همه کسایی بودن که متوجه شدن که در کیهانی که ما در میاریم برای همه جا هست، برای اینکه در کیهان تهران هم برای همه جا بود. یکی از معاون من عاطفی عضو کمیته مرکزی حزب توده بود، ولی شرط اصلی این بود که
این توده بودن تو میذاری پشت در وقتی میای تو روزنامه. این هر عقیده داری به من مربوط نیست، ولی اینجا کار دارم. خب این یه فرهنگی بود که اثر میذاشت و اثرم گذاشته. و شما با اینی که سردبیر بودید، سردبیر اول بودید، خیلی ها نمیدونن که در این زندگی دوباره کیهان که یعنی از چاپی رفتیم به اینترنت، شما واقعا راهنمای ما بودید و ما رو راهنمایی کردید که چطور ادامه بدیم. ببین نازنین، این واقعا لطفی شد. من نمیخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم که خیال کنم مثلا از خودم میخوام این چیزی. نه ولی درسته، برای که یه کار دست جمعی بوده، روزنامه یه کار دست جمعیه و عنصر اصلی روزنامه خبرنگاره. سردبیر به نظر من بین خودمون کاری نیستش. من خودم سردبیر بودم، ولی میدونین یه اون اصل خوراک وجود نداشته باشه دیگه سراشپز کاری نمیتونه. من سراشپزم، ولی باید مسائل بیارم، بعد یکی دسر رو درست کنه، یکی هم غذای اصلی رو درست کنه، یکی سوپ رو درست کنه. جناب طاهری، از زمان اینکه وقتی که کیهان لندن از دیگه انتشار نمیتونست داشته باشه به عنوان کپی که بفرستیم بیش از 30 تا بله کاغذی بفرستیمش به تمام دور دنیا، کسی که واقعا ما رو راهنمایی کرد شما بودید و اینو ما واقعا بایستی که این گفته بشه که راهنمای اینی که کیهان دوباره به عنوان اینترنت دوباره زندگی دوباره پیدا کرد، راهنمایی شما بود. و با اینی که سردبیرها خودتون قبلا اشاره کرده بودید در جاهای دیگه که رول زیادی بازی نمی کنن، ولی در این زندگی دوباره کیهان، ادامه کیهان روی اینترنت، رول نقش سردبیر خیلی فرق کرده. یعنی سردبیر بایست کار اینترنت بکنه. من میبینم چطور خانم بغرات از الهه بغرات از صبح که بلند میشن، از نه تنها تمام ایمیل ها رو دریافت میکنن، بایستی که ادیت بکنن روی دیگه اون وقت یک کاری که قبلا در کاغذی 4-5 نفر میکردن الان روی شونه یک نفر هست. ولی با این همه اون طرز فکر شما که همیشه پیش رو بوده و همکاری دست جمعی بوده، این چیزیه که ما دنبال کردیم. دیگر چی کار با فکر برقیده شما در این 40 و چند سال دوم، 40 سالی که راجبش صحبت میکردید زندگی دوباره، چه راهنمایی برای ما دارید؟ ببین، اولا من چیزی که راجع به سردبی گفتم در شرایط عادی و معمولیه. حالا در شرایط عادی و معمولی نیستیم. مثل خانم بغرات، سردبیر شرایط معمولی نیستش. سردبیر در شرایط معمولی دستور میده یا نظر میده، ولی ایشون باید خودش همه کارهای آشپزی رو بکنه، یعنی توی آشپزخونه تنهاست. در مورد کمکی که گفتی من کردم، اینا واقعا کمک مهمی نکردم، فقط ادامه فرهنگ کیهان بود. میدید دکتر بهزاد همیشه دنبال نوآوری بود و پیدا کردن تکنولوژی جدید. خب الان هم تکنولوژی جدید رفتن روی فضای مجازی و همین یعنی روزنامه کاغذی الان اون جاذبه گذشته رو نداره دیگه. می‌دونین و بنابراین طبیعی بود که ما باید منتقل بشیم به تکنولوژی جدید که الان شدیم. در مورد زندگی کیهان از این بعد گفتم اول چلچلیمونه و می‌دونین امیدوارم. می‌دونین چلچلی یعنی موقعی که یک نشاط دیگه ای بهت میدن، یعنی می‌دونین به قول فرانسوی ها اون بذرهای سیاهتون رو کاشتین، حالا داره نتیجه میده. امیدوارم که 40 سال آینده اونو در خود ایران باشیم، که آنو در خود ایران در بیاریم و در جای خودمون دوباره قرار بگیریم. الان ما
بیرون از ایران هستیم، البته ایران از ما بیرون نیست، ولی برها که این چلچلی انرژی جدیدی به ما میده که مبارزه بکنیم برای که برگردیم به ایران. من در یه همیشه وقتی به این موضوع فکر میکنم یاد پرتغال میفتم، کشور پرتغال نه میره پرتغال. موقعی که من عضو هیئت دبیره سازمان بین المللی مطبوعات بودم، International Press Institute، ما یه میسیونی فرستادیم به پرتغال. اون موقع پرتغال زیر دیکتاتوری سالازار بودش، به پرسش رو نگاه کنه. نتیجه گیری بود این بود که اینا هیچ آینده ای ندارن. بعد به محض اینکه سالازار رو افتاد، ناگهان بهترین پرس اروپا در اونجا دیده شد. بعد دوستمون فرانسیسکو پینتو بالسما که سردبیر یه روزه بود، بعد شد نخست وزیر اصلا، نظری گفتن که چی شد اینا؟ گفت همه ما منتظر یک فرصت تازه بودیم. البته مسئله ما چلچلی رو نمیدونست. بعد از 40 سال دیکتاتوری سالازار با یه انرژی جدیدی وارد صحنه شده بودن. یعنی یک روزنامه نگارانی از جاهایی پیدا شده بودن که کسی فکر نگرد، مثل خود شما، مثل خود تو، مثل بغرات، مثل بقیه علای جوانتر رو دارن میان دیگه. هیچی انتظار نداری که زیر یه رژیم سرکوبگر که دشمن آزادی فکر و اطلاعات هست، ولی بالاخره درست میشه. همونجور که میدونی من نمیدونم یه جای دیگه هم گفتم، بید آقایی در تاریخ ایران هست به اسم علی رق، در واقع علا رق. ایرانی ها همیشه علا رق کار خوب کردن. سلطان ایران در زمان حافظ کی بود؟ کی نمیدونه، ولی حافظ بود. این معماری های زیبا رو کی درست کرده؟ این شعرها رو کی گفته؟ این فلسفه ها رو کی کرده؟ این قنات ها رو کی کرده؟ این باهای فوق‌العاده رو کی درست کرده؟ باهای روزه شیراز، باهای روزه اقدا، شما اقدا رفتین بهشت، کی اینا رو درست کرده؟ همون آقای علی رحمت. علا رقم اتبتاد، علا رقم اسلام، علا رقم زور بولید، علا رقم سرکوبی، ایران زنده است، ایران خلاقه، ایران جاودانی. امیر طاهری، یک دنیا ممنون از شما.